اینجا مشهور به قلعه دیوها هست، در مربوطات ولسوالی چشت شریف موقع داره. فکر نکنم چون این استفاده از این دیوها داشته باشن، به هر حال زیادتر شبیه خانه هایی است که مردم بسیار زمانه های دور استفاده میکردن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، در این ویدیو میخواییم که شما را با قلعه دیوها که در شرق شهر هرات موقعیت داره آشنا بسازیم. از شما میخواییم که با ما همراه باشین. اگر چینل یوتیوب زیتون ارتاب فعلا سابسکرایب نکردین، چینل یوتیوب را سابسکرایب بکنین، زنگوله را به صدا در بیارین تا یکی از برنامه های آینده ما هم شما با خبر باشین. دیو عنوان گروهی از خدایان آریایی می باشد که به تدریج مقامشان تنزیل یافت و به موجودات پلید اهریمنی تبدیل شدند و در زبان و ادب فارسی نام موجودی افسانه‌ای که با آدمیان دشمنی دارد. دیو موجودی خیالی شبیه به انسان اما بسیار تنومند و دارای شاخ و دم می باشد. اینجا قلعه دیوها، ولسوالی چشت شریف در شرق شهر هرات. این مغاره ها در کنار جاده عمومی و دریای هریرود قرار دارد و باشندگان منطقه به این مکان قلعه دیوها میگویند، جایی که توجه هر رهگذری را به خود جلب می کند. من و همکارانم بران شدیم تا از این مکان شگفت‌انگیز دیدن کنیم. ارتفاع زیاد و تاریکی دسترسی ما را به نقاط بالای این مغاره ها ناممکن ساخت، اما کوشش نمودیم تا قسمتی از این مکان قدیمی را دیدن نماییم. با رفتن به داخل و گذر از راهروها، خانه هایی دیده می شود که روایتگر عصر غارنشینی انسان هاست. گویا هزاران سال قبل مردمانی در اینجا بودند که زندگی بسیار ساده و ابتدایی داشتند و خبری از تمدن و شهرنشینی نبوده است. باشندگان این مکان از طبیعت زیبا و آب خروشان هریرود آن زمان بهره فراوان می بردند. چشمنداز بی نظیر و منظره دلپذیر زیبایی این مکان را چند برابر کرده است و همچنان این مغاره ها شاهد حوادث تاریخی پرشماری از عصر غارنشینی تا ساینس و تکنولوژی بوده است. با این حال آیا اینجا می تواند مکان زندگی دیوها باشد؟ برداشت شما چیست؟ لطف نموده نظریات خود را در کامنت بنویسید.